27 مرداد ماه 1396 خورشیدی و 18 اوت 2017 میلادی. امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به آقای محمد جواد آذری جهرومی، وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. پرده آخرم آخر برنامه. طبق روال معمول برنامه های صدای آمریکا موظفم عرض کنم خدمتتون که نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما تقدیمی این هفته برای مدیر عامل ایران خودرو آقای هاشم یکزارع. یکی از بینندگان نوشته ما دو هفته پیش رفتیم نمایندگی 5054 برای خرید ماشین، گفتن الان پولو بریزین حساب فردا بهتون تحویل میدیم. بعد از واریز یه رسید به ما داد که دیدیم بالاش زده شرکت خودروی یکتا. هر چقدر منتظر شدیم خبری نشد. دیروز رفتیم دیدیم همه مردم اومدن و هیچ کدوم از کارمندا تو نمایندگی نیستن. میگیم پولمون چی شد؟ میگه ما به شما نگفتیم که یک ماه نمایندگیمون تعلیقه. یعنی تو حالت تعلیق بودن پول ما رو میگرفتن. الان هم هیچ کس نیست جواب بده. ایران خودرو مرکز میگه پول تو حساب ما نیومده. خب مسئول نمایندگی رسمی تخلف کرده، ما که نرفتیم تو شرکت یا دفتر خصوصی ثبت نام کنیم. الان دو هفته از زندگیمون سیاه شده، با مشکلات و بدبختی و وام این پول رو جور کردیم. مدیریت هیچ پاسخی نمیده، دارن زمان میخرن که فرار کنن. مجموعاً یه 7-8 میلیاردی برداشتن، یک نفر الکی وایساده اونجا، هیچ جوابی هم ندارن. خواهش میکنم صدای ما رو به جایی برسونین، تو رو خدا مسئولین رسیدگی کنن. اینم فیلمش. چهار دیگه قرارداد 420 من دیگه دارم، میخوام ببینم قرار نشده، میخوام ببینم قرار نیبردم اونا رو. قراردادم با یکتا بوده، بیا با ایران خودرو میشه یه نگاه بکنم. قراردادتو نگاه کن، یکتا اینجا نیست، هر کسی نیست که خود مردش بخواد. از این آقا نمیشه الان بگه نگاه بکنه ببینه، چون نه ایران خودرو یکتا آراد، آقا یکتا آراد ارتباطات و فناوری. خب در این وزارت خونه ما اولین بار داریم تجربه میکنیم جوانگرایی رو. حالا این اولین تجربه ما آقای جهرومیه. آقای جهرومی رو برای اولین بار از افرادی رو انتخاب کردیم که پرورش یافته فضای بعد انقلابه، هم متولد بعد انقلابه، هم تو این فضا رشد پیدا کرده. من آشناییم با ایشون در شورای عالی فضای مجازی بود که ایشون شرکت میکرد اونجا، بحث میکرد، حرف میزد. هم من از تسلط او بر مسئله ارتباطات و فضای مجازی کاملا آگاه شدم، تو جلسات متنوع ایشون شرکت میکرد. و هم فکرش نسبت به فضای مجازی، فضای مجازی رو درش نمیشه قفل زد. این قفل رو روحانی باز نکرده، این قفل رو مردم باز کردن. قفلی که مردم با اراده باز میکنن دیگه نمیشه بست. حالا یه قفلی رئیس جمهور باز کرده، ممکنه یکی دیگه بیاد یه قفل دیگه بزنه، یک درد سر درست کنه. بنابراین ما باید از فضای مجازی درست استفاده کنیم. البته همین فضای مجازی که برای علم، دانش، ارتباطات، برای شغل، کسب، این همه میتونه کار بکنه، اگر درست دقت نکنیم، درست برنامه ریزی نکنیم، حواسمون جمع نباشه، ممکنه خطر آفرین هم باشه. بنابراین با هماهنگی همه قوا، انشاءالله با هماهنگی قوه مقننه، قوه قضاییه، ما این امر مهم رو پیش میبریم و آقای جهرومی این استعداد رو به خوبی داره که این کار رو انجام بده. مخصوصا من از ایشون راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات رو میخوام و اینکه ظرفیت‌های سایبری رو پیوند بدیم با عرصه
تولید، ثروت و مخصوصاً ایجاد اشتغال. ببینین اون چیزی که دغدغه مردمه این ایجاد نام سالی 100,000 تا شغل برای ایجاد کردن در فضای مجازی البته خوبه، ولی واقعا همه میدونن که اینا مسئله مردم اساسا در پیوند با فضای مجازی و اینترنت نیست. شغل رو باید برنامه ریزی کرد، جای دیگه طور دیگه انجام داد در این حوزه هم البته، ولی امنیت و حقوق شهروندی مسئله اصلی است در فضای مجازی. دخالت نکردن تو حریم خصوصی مردم. جمهوری اسلامی دیگه این شاید گفتن نداشته باشه، بنا به خصلت امنیتیش از ابزار دنیای مدرن همیشه در خدمت اهداف ماقبل دنیای مدرن، دنیای پیش از مدنیت استفاده کرده برای شکنجه. پیشرفته ترین ابزار اعترافگیری و شنود و بازجویی رو وارد میکنه از هر جا که بتونه. اینا رو حالا در معرفی آقای آذری جهرمی وقتی که گزارش خواهیم کرد خواهیم گفت. حالا این افتخاراتی که براش آقای روحانی شمرد در معرفیش در مجلس، خود جهرمی میگه اینا در قیاس با دنیای واقعی هیچی نیست. چرا؟ چون مشکل فقط فنی نیست، مشکل اساساً عدم اعتماد مردم به حکومت. شرکت داخلی داریم، سرویس های داخلی رو حوزه ویدیو داریم، رشد کردن، خیلی خوبم رشد کردن. این سرویس ویدیویی میاد محتوا تولید میکنه، آپارات محتوا تولید میکنه، خودش محتوا تولید میکنه، تیم فنی میذاره. مدیر شرکت آپارات آقای شکوری به بنده میگفت که من ویدیو درست میکنم میذارم رو آپارات، مثلا این تعداد ویو میخوره، همون ویدیو رو میذارم رو یوتیوبی که در کشور ما فیلتره، تعداد ویوش بیشتر از تعداد ویو آپاراته. چرا؟ چون مانع دارم. نه داخلی رو در واقع مشکلاتشو برطرف کردیم و نه با سرویس خارجی خوب برخورد کردیم، تبدیل شدن به قطب. شما میری رو داخلی با حد اکثر زور اعمال میکنی، داخلی میمیره، خارجی در بیرون وایسته داره زندگیشو میکنه، هیچ مشکلی هم براش به وجود نمیاد. چرا؟ چون نهایت اقدامی که میکنیم فیلترش میکنه. حالا فیلترش کردیم چه ضرری به وجود براش میاد؟ سرویس ویچت رو خاطرتون هست ابتدای دولت ما ویچت رو در واقع با رأی کارگروه مسدود شد طبق روال قانونی. بعد از انسداد به ما گفتن برید مذاکره کنیم. ما رفتیم در شرکت تنسنت چین نشستیم با تیم در واقع تنسنت مذاکره کردیم که آقا بیاین این کارو بکنیم. خب اون مدیر تنسنت به ما جواب داد که من 3.4 میلیون یوزر ایرانی داشتم، الان 2.4 میلیونش آنلاینه، برای چی باید با شما مذاکره بکنم؟ ببینید اینا جواب نمیده. ببینید اینا جواب نمیده. چرا؟ چون آدمی که بعد از انقلاب به دنیا اومد، متولد 1960 و در نظام امنیتی پا گرفته رشد کرده، این آدم خوب میفهمه که کار اطلاعاتی یعنی چی. فیلتر کردن فضای بین المللی مجازی تو دنیای امروز فقط وقت تلف کردنه، اینو میفهمه، نمیشه. پس چیکار میکنه؟ توی نطق 22 دقیقه نطق کرد توی مجلس برای معرفی خودش، دفاع از خودش در واقع، نگاه اطلاعاتیشو به قضایا روشن نشون داد، یعنی نگاهی که باهاش بار اومده. آیا برای اینکه این فضا رو کنترل کنیم اولین عمل کرد بستن؟ ما به این دکترین اعتقاد داریم، بی غیرت نیستیم در فضای مجازی، پیگیر هم حقوق مردمیم هم مطالبات مردم. مردم از ما میخوان که فضای مجازی رو پاک و سالم بکنیم. اگر بیام شبکه های مجازی رو ببندیم، مردم رو در برابر خودمون قرار بدیم، امنیت ایجاد کردیم؟ یا بعد مردم به خودمون همراه بکنیم؟ خب ببینین اهمیت داره به هر حال پخش کردن این چند جمله به خاطر شناخت بیشتر. اگر ندیدین تا حالا این تیک فیلمایی که ما پخش کردیم، به هر حال نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی صحبت کردن در مجلس، که حالا در قسمت موافقان همون معرفی آقای روحانی و صحبت‌های خود جهرمی برای این برنامه کافیه، برای برنامه ما. یه چند جمله از مخالفان بشنویم.
آقای جهرومی از ویژگی هایی که داره پنهانکاری و عدم شفافیتش هست. یکیش این عنایت بفرمایید، همه دوستانی که انتخاب شدن برای تصدی مسئولیت این دفترچه ها رو دادن. ایشون چند تا نکته اینجا داره که امیدوارستم اینها رو پاسخ روشنی برای ما داشته باشه. اول اینکه تحصیلاتش رو به عکس همه کاندیداها اعلام نکرده، نوشته دانش آموخته مهندس برق قدرت دانشگاه آب و برق، صنعت آب و برق. خب در چه مقطعیه؟ لیسانس، فوق لیسانس چیه؟ بعضا الان اومدن گفتن دکتراست. آیا دکتراست؟ ما بدان. این یک. دوم اینکه سوابق خدمتی که ایشون داره. آقای عزیز، خواهران گرامی، شما میخواید به یک نفر رأی بدید در رأس یک وزارتخانه با اون اهمیتی که موافقین اشاره کردن قرار بگیره، تنها 7 سال سابقه داره در این وزارتخانه. 7 سال از سال 88 تا سال 95 بالاترین مسئولیتش هم به مدت 1 سال حد اکثر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت بوده، بقیهش عضو هیئت مدیره بوده، عضو هیئت مدیره غیر موظف بوده در رایتل و مدیر کل امنیت سیستم‌های ارتباطاتی در سازمان تنظیم مقرره. آیا چنین کسی با این سابقه ضعیف مدیریتی به نظر شما میتونه یک وزارتخانه عریض و طویلی رو بشر کنه؟ من خواهشم این هست و نگرانیم هم همینه، وزارت ارتباطات رو به وزارت اطلاعات دو تبدیل نکنید عزیزان من. تشکر میکنم. و قاضی پور هم به عنوان مخالف وزیر شدن جهرومی یه لیستی رو از اون چهایی که به عنوان ضعف جهرومی مطرح میکرد با عجله خوند. یه تیکش رو گوش کنیم. آقای جهرومی، در مبازه با اتاق ترافیک سکار کردید، چون عضو هیئت مدیره راتل بودید، با آن 70 TSM جعلی که با کدای ملی مردم خلاف با میشه چه برخوردی کردید؟ تخفیفات جرائم اتاق ترافیک آقازاده را از 740 میلیون تومان به 300 میلیون تومان کاهش دادید. چرا؟ آیا حق دارید از بیتون مال 400 میلیون تومان با آقازاده ببخشید؟ چرا؟ تأسیسات کتاب آرما را طبق قانون ضبط بکردید. شما ورود به حریم خصوصی خلاف شرع انجام دادید. تأسیسات آقازاده رو که ضبط نکردی چی؟ خودش هم توش دست داشت. حالا صحبت میکنیم. ببینین، آذری جهرومی لیسانس برق داره، به قول قاضی پور این همه متخصص تحصیل کرده آیتی تو مملکت هست، چرا باید یه لیسانسی اونم لیسانسی برق رو بیاری وزیر ارتباطات و آیتی بکنی؟ تخصصش چیه؟ تخصص ایشون اونطور که نگرانی سازمان‌های حقوق بشری و در گزارش آمد نیوز که امشب دربارش صحبت میکنیم به خصوص نشون میده، تخصص امنیتی اطلاعاتیه. چرا میشه کاندید وزارت ارتباطات؟ چون ارتباطات در دنیای امروز دیگه اساساً ارتباطات مجازی است. پست مثلا یه بخش ناچیزی واقعا از ارتباطاته. دغدغه اصلی جمهوری اسلامی در این دنیا این است که در این دنیای مجازی که چجوری این دنیا رو و این ارتباطات رو کنترل بکنه. یعنی یک وزارت اطلاعات و امنیت دیگر افسون بر وزارت اطلاعات به قول پور مختار باید بسازه، اسمشو بذاره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. بر اساس گزارش هایی که به کمپین حقوق بشر ایران رسیده، حداقل 5 فعال سیاسی اعلام کردند که آذری جهرومی نه تنها در شنود آنها دست داشته است، بلکه شخصا در بازجویی های فنی مربوط به حساب های کاربری آنها و فعالیت های آنها در اینترنت حضور داشته است. محمود صادقی نماینده مجلس در توییتر نوشت: در جلسه هیئت رئیسه فراکسیون شفافسازی با آذری جهرومی، او آمادگیش را برای جلسه حضوری با کسانی که گفتند از آنها بازجویی کرده اعلام کرد. این توییت آقای
صادقی، خیلی جاها محمود صادقی خیلی جا نقد شد، خیلی هم کامنت گذاشتن واسهش، بعضی نوشتن کدوم حالا اون 5 نفری که صحبت میشه جرأت دارن این کارو بکنن بیان بگن وقتی که دست اطلاعات این قضیه خلاصه. اسم امینزاده و حجاریان آمده که از جمله همین زندانیا بودن. بعد حالا میخوام بگم چجوری این سیستم اطلاعاتی امنیتی و صدا و سیما همه با هم دیگه میریزن که کسایی که هشدار میدن به وزیر شدن جهرومی، آذری جهرومی اطلاعاتی که الان دیگه با اطلاعات سپاهه، کسایی که هشدار میدن رو خفه بکنن. در واقع ببینین یه آدمایی از توابای سال 88 که بهشون میگن منابع کددار حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه، مثل آقای شهاب طباطبایی و آقای سعید نور محمدی، که این سعید نور محمدی متاسفانه از مشاوران محمد خاتمی است الان، اینا آمدن اینجا و اونجا نوشتن که اصلا این دوتا یعنی امینزاده و حجاریان اون موقع تو بند 209 زندان اوین نبودن که شما دارین میگین، هیچ وقت اونجا نبودن و از این حرفا که مثلا میگن همه اینا اتهام بی‌پایه است به جهرومی. آنچه قطعی است این است که جهرومی مستقیما، اینو خدمتتون با ضرس قاطع عرض میکنم، مستقیما از هیچ زندانی بازجویی نکرده، خودش نرفته بشینه، اینقدر دوراندیش بوده که خودشو مخفی کنه و مستقیم با زندانی روبرو نشه تو اتاق بازجویی. اما همه بازجویی ها رو در بند 209 اوین از طریق شنود تو سال 88 دنبال میکرد و همزمان همینطور که دنبال میکرد و پاسخ کسایی که بازجویی میشدن و میشنید چگونگی رفتار بازجو با زندانی رو مدیریت میکرد. اینو دیگه اون زندانی ها میدونن و میفهمن که من دارم چی میگم، خودشم همینجور. باری آمد نیوز گزارشی در دو قسمت تو چند روز گذشته درباره آذری جهرومی منتشر کرد که با این گزارش ظاهرا آب در خوابگاه مورچگان ریخت. خبر 23 دیشب رو بشنویم. دستیار ویژه وزیر اطلاعات با تکذیب جعلسازی بعضی رسانه‌های معاند و ضد انقلاب علیه وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده آذری جهرومی از مدیران خوشنام، پاکدست و قانون مدار وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و با اقداماتی از این دست تنها با هدف تخریب نیروهای خدومی کشور انجام میشه. وزارت اطلاعات هم در اطلاعیه با اشاره به اینکه برخی جریانات مشکوک و رسانه‌های معاند و ضد انقلاب تلاش می‌کنند با جعل اطلاعات و انتشار اتهامات و اخبار کذب فضای جامعه را ملتهب کنند و به خیال خودشون باعث ایجاد اختلاف، اتهام زنی به نهادهای نظام و نیروهای خدوم کشور بشن تأکید کرده این گونه اتهام زنی ها و فضا سازی ها کذب محض. همین کذب محض است. طرف پاک دست است از این حرفای کلی که هر وقت افشاگری میشه اینجور حرفا رو میزنن. یک جا فقط خود جهرومی آمده مشخص جواب داده. چطور میشود پسری 16 ساله بر همزننده معامله اپراتور دوم همراه در کشور باشد؟ توهمات روح الله زن پایانی ندارد. ببینین همینجا نگه دارین من توضیح بدم. ببینین در گزارش آمد نیوز که میگم الان در بارش صحبت میکنیم، من دیگه صحبت کوتاه میکنم، آمده است که آقای آذری جهرومی در واگذاری امتیاز اپراتور، مجوز اپراتور همراه دوم دست داشته و خودش اصلا این کار کرده. داستاناشو حالا در طول برنامه خواهیم گفت. آقای جهرومی آمده مشخص اینجا جواب داده، گفته آقا جون من اون موقع 16 سالم بود که اپراتور دوم را افتاد. یعنی چی؟ چه پسری؟ چه توهم میزنی؟ ببینین رایتل دو سال 86 را افتاد، جهرومی متولد 1360، یعنی اون موقع 26 سالش بود نه 16 سالش. هول شدن قاطی کردن اینجوریه، میای دروغ به این تابلویی میگی. این هم جواب مشخص اینا به گزارش آمد نیوز. دو نکته رو گزارش سیمایی که شنیدین و همین جواب دروغ ساده جهرومی روشن میکنه. اول اینکه جهرومی چقدر برای سیستم اطلاعات امنیتی مهمه که تنها کسی است از وزرای پیشنهادی روحانی به کابینه، به مجلس برای کابینه 12 که صدا و سیما میره پشتش، میاد گزارش در دفاع ازش تهیه میکنه. این یک. دو اینکه همین دروغ تابلوی جهرومی نشون میده که این شخص چقدر میتونه واقعا قابل اعتماد باشه در یک
وزارتخونه که کارش مثلا باید خدمات باشه اساسا. در خدمت آقای سام محمودی سرابی هستیم، سردبیر آمد نیوز. آقای سرابی خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. قبل از هر چیزی بفرمایید که ببینین این توییت ما، اول این ماجرای روح الله زم و دلم خود روشن کنیم، کوتاه بفرمایید تا بریم سر اصل موضوع، خیلی وقت نداریم. بفرمایید که این توییت جهرومی که خوندم که چطور میشود پسری 16 ساله برهم زننده معامله اپراتور دوم همراه در کشور باشد، توهمات روح لازم پایانی ندارد. این ماجرا چیه؟ منظورم اینه که این گزارش سابقه جهرومی رو اولا سوال، روح لازم تهیه کرده که جهرومی اینطوری حمله کرده بهش؟ چون آمد نیوز که شما سردبیرشین چاپ شده اونجا، چاپ شده میپرسم، خواهش میکنم. من اول از همه سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. نکته که خب ایشون مطرح کردن از بسیاری جهات خب خنده‌دار هست. از سوی دیگر اولا اینکه بارها و بارها بنده حتی توی نامه‌ای که خطاب به پدر آقای زن نوشتم و در اونجا هم اشاره کردم، ایشون عملا هیچ گونه همکاری سیستماتیک یا به عبارتی همکاری پیوسته‌ای با ما ندارن. ایشون به عنوان یکی از کسانی که ما میتونیم در بعضی از موارد که حتی در این یه مورد خاص حتی نتونستیم ایشون رو پیدا بکنیم که بیاد و حالا به نوعی با توجه به ارتباطاتی که با جاهای مختلف داره این گزارش رو برای ما تاییدیش رو بگیره. در بعضی از موارد خب ما شک داشتیم، من به شخصه با ایشون بارها تماس گرفتم، ایشون به خاطر اینکه داره روی کتابش کار میکنه در طول این چند روز ما نتونستیم پیداش کنیم که بگیم آقا مثلا این بخش رو مشخصا شما میتونید به ما. پس چرا اینا اینقدر گیر میدن به این یه اسم؟ یعنی آمد نیوز مصاحبه شده با روح لازم، یعنی نکته اینجاست که به هر حال در ببینید نکته اینجاست که آقای زن خب به هر حال شخصیتی که جزء آقازاده ها محسوب میشه و این همچون آقازادهی با این عنوان که بتونه به تمامی برحال ارکان نظام و در تمامی ارکان نظام دوستانی داشته باشه که بتونه ازشون اطلاعات بگیره و اون اطلاعات رو به نوعی از منابع خودش بگیره و در اختیار دیگر رسانه قرار بده. قبلا آقای زم اینجا بودند، در آمد نیوز بودند، مدتی بودن و بعد از این مدتی دیگه به خاطر بعضی مشکلات و به خصوص به خاطر فشارهایی که به هر حال مخصوصا همسرشون چیز کردن که بالا به نوعی یه مقدار کارش رو سبک بکنه و به کتابش برسه، به خصوص به خاطر کتابش به نوعی از آمد نیوز به نوعی و به خصوص علاوه بر همه اینها سر مسائل مالی، خب ایشون توانایی به هر حال مدیریت این داستان رو نداشتن به لازم مالی، چون سایت هزینه داره، خبرنگار هزینه داره. حالا بنده شاید بتونم با دوستانی که دارم، با همکارانی که دارم بتونم خواهش کنم ازشون که حالا هزینه ای از من نگیرن و برام گزارش تهیه کنن، مثلا برن مصاحبه کنن، خبر تهیه کنن و غیر ازالک. اما واقعیتش اینه که ایشون به لازم مالی دیگه توانش نداشت و به خاطر همین هم اسم ایشون هم اسم قبیل ایشون آدم مطرحیه، ایشون آدم مطرحیه، به خاطر همین موضوع هم ایشون بیشتر برای زیر ذره بینه، به خصوص که خب پدرشون هم حجت الاسلام و المسلمین زم جزو کسانی بوده که خب از اول انقلاب در رأس یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی کشور بوده و بعد از اینکه آقای خامنه‌ای به قول معروف به رهبری میرسند اولین کاری که میکنند توی اون برای تصفیه های فرهنگی که انجام میدن پدرشون رو یکی از کسانی بود که برای تصفیه شد. بله. و الان هم که برای در بدنه دولت اصلا بهترین موقعیت برای زدن برای هم دولت روحانی، هم دولت روحانی و همین که برای ایشون متاسفانه یه جوری شده که ایشون به این مسئله اشتهار پیدا کرده که ایشون روزنامه‌نگار افشاگر هست. بسیار من برای بنیانگذار آمد نیوز هم هستن ایشون، من این نکته رو فراموش نکنیم، ایشون بنیانگذار آمد نیوز هستن، بعد از این مدتی متا به هر حال کنار گرفتن. خب حتما به همین دلیله. حالا باری من برای بینندگان عزیز عرض بکنم که آقای سرابی در نشریات مختلف در ایران کار کردن، الان در سردبیر آمد نیوز هستن، از جمله چند سال معاون سردبیر روزنامه شرق بودن. باری آقای سرابی، طبق گزارش آمد نیوز، اجازه بدین که بریم توی گزارش، آقای آذری جهرومی از حدود سال 84 در وزارت اطلاعات بوده تا اردیبهشت 88
بله. از سال 88 در اطلاعات سپاه بود. اول به دوره‌ای بپردازیم که در وزارت اطلاعات بوده. از کجا آمد این آدم؟ چگونه وارد وزارت اطلاعات شد؟ مسئولیتش در وزارت اطلاعات چه بود؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. ببینید، در وهله اول ما باید به دوره قبل از سال 84 بپردازیم، چون ایشون در اصل یک بسیجی ساده بود در پایگاه مقداد و در اونجا به هر حال از اونجا شروع به کار کرد و بعد از اینکه خب به هر حال همه یه ببینید یه اصلی وجود داره در وزارت اطلاعات که تقریبا تمامی کسانی که استخدام وزارت اطلاعات میشند باید علاوه بر این که حالا سابقه حالا حضور در بسیج و یا اینها دارند یا باید منبع یه مدتی بوده باشند یا منبع گردان، یعنی ابتدا منبع بوده باشند بعد منبع گردان تا بعد بتونن به هر حال وارد وزارت بشن. فارغ از این که به هر حال اینها یعنی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حتما بایستی به هر حال اون آزمون ها و به هر حال تست هایی که شرکت روان پویا براشون تدارک دیده حتما بایستی اون تست ها رو انجام بدن و از اون آزمون یا به عبارتی از اون تست سربلند بیرون بیان. که اما ایشون به خاطر اینکه خب فرزند شهید بوده و فرم نشان ایشون رو یکی از قدیمی های وزارت به اسم حاج صابر امضا کرده و پر کرده، ایشون حتی چندین بار توسط آقای دکتر لواسانی که به هر حال به نوعی مدیر عامل و کارشناس اصلی این شرکت روان پویا هست که مخصوص اصلا جذب نیروهای امنیتی هم هستش، ایشون رو صلاحیتشو بارها و بارها رد کرده، چرا که به هر حال به عنوان یک نیروی خودسر و مختل کننده ایشون دو سه بار توسط آقای لواسانی صلاحیتش رد میشه، اما در نهایت با امضای حاج صابر و با پر شدن فرم ایشون توسط حاج صابر، آقای جواد ناظری یا همون آقای جواد آذری جهرومی وارد وزارت خونه میشه و بعد از این مدت یه سری اتفاقاتی میفته تا اینکه به قول معروف از وزارت ما سند رو هم توی سایت منتشر کردیم، ما سندش رو هم توی سایت منتشر کردیم و در نهایت بعد از اینکه در سال 88 دقیقاً قبل از کودتای انتخاباتی سال 88 یعنی اردیبهشت بله در اردیبهشت ما شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور که این زیر نظر شورای عالی امنیت ملی هست چند تا مصوبه رو توی جلسات خودش به هر حال مطرح میکنه و به انجام میرسونه. توی این جلسات علاوه بر این که به تمامی نیروهای امنیتی به تمامی نهادهای امنیتی اهم از مثلا وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ارزم به حضور پلیس امنیت و دیگر نهادهای امنیتی موازی برای برخورد با یک اتفاق بزرگ این نهادهای امنیتی رو به نوعی جمع میکنن و در اون جلسات یه سری مصوبه رو تصویب میکنن، چند تا مصوبه رو که در اصل یکی از سه تا از این مصوبه ها به قول معروف ایجاد زیرساختای لازم برای برخوردهای امنیتی آنی بود که در اون زمان آقای رضوی معاونت امنیت وقت وزارت اطلاعات که به هر حال رابطه بسیار خوبی هم با آقای جهرومی داره و در برخی معاملات مالی هم با هم به هر حال ما منتشر کردیم همون حکم انتقال جهرومی رو از وزارت اطلاعات به بله با هم تبادل پورسانت هم کرده بودن بله نشون اینو با هم تبادل پورسانت هم کرده بودن و اینها به سفارش آقای علیرضا فیروزآبادی یعنی معاون فنی وزارت جناب جواد ناظری آقای آذری جهرومی رو به آقای حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی میکنه تا این سازمان هم از تجارب خودش از تجارب ایشون استفاده کنه. حالا همینجا صاحب کنین ما یه مقدار این همین صحبتایی که کردین رو روشن بکنیم. یکی این که آقای رضوی که صحبتشو کردن، آقای سام سرابی معاون وزیر اطلاعات بوده است و سندش حالا باز دوباره می‌بینیم
که نامه‌ای رو در تاریخ 10 اردیبهشت 88 امضا میکنه، معرفی به سازمان اطلاعات سپاه، یعنی رئیسش طائب، و می نویسد که سلام علیکم، احتراماً با صلوات بر محمد آل محمد، پیرو مذاکرات مفصل با سرهنگ پاسدار دکتر سید محمد حسینی، نماینده محترم معاونت کشف ارتباطات سازمان اطلاعات سپاه، جهت تعیین نماینده از این وزارتخانه، جهت رسیدگی به موارد فلان و فلان و فلان مندرج در صورت جلسه محرمانه نهاد هماهنگی اطلاعات مورخ 23 فروردین 88 جناب آقای دکتر جواد ناظری. دکتر جواد ناظری یعنی همون کی آذری جهرومی. این ناظری توی اطلاعات که بوده اسمش شده از جواد ناظری. جناب آقای دکتر جواد ناظری که اول زهرایی بوده ظاهرا بعد میشه ناظری. جناب آقای دکتر جواد ناظری به همراه یکی از متخصصان ویژه کشف ارتباطات این وزارتخانه، یعنی وزارت اطلاعات، خدمتتان معرفی می‌گردد. خدمت کی؟ خدمت طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه. امیدوار است از تجارب و تخصص بیشابه جناب دکتر ناظری، یعنی آذری جهرومی، استفاده شود. فلان بهمان. آقای صابری، خواهش می‌کنم بفرمایید که دو اسم شما بردین، لواسانی کی بود و حاج صابر. لواسانی مخالفت می‌کرده با پذیرش آقای جهرومی در وزارت اطلاعات و حاج صابر باعث میشه که او پذیرش بشه. لواسانی کیه؟ حاج صابر کیه؟ ببینید، در دوره قول معروف، در دوره اصلاحات توی سالهای آخر در زمان آقای یونسی، یک شرکتی ایجاد میشه که این شرکت کارش این بوده که به لحاظ روانشناختی نیروها رو به نوعی قبل از اینکه وارد وزارتخونه بشن اونجا به نوعی از قربال بگذرونن، از یه قربالی بگذرونن اونجا به نوعی آزموده بشن به نوعی و بعد وارد وزارت بشن. و در صورتی که از این به مسئله‌ای که در تمامی نهادهای امنیتی دنیا، این همون شرکت روانپویا که اشاره کردین، دوره آقای یونسی، بله، دوره وزارت اطلاعات زمان آقای خاتمی، بله. این خب، به خاطر اینکه شما فراموش نکنید که در دوره آقای یونسی، یعنی در دوره آقای خاتمی و قبل از اون، بخش عمدی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دچار بیماری‌های روانی به شدت وحشتناکی می‌شدند و حتی بسیاری گزارش‌ها وجود داره که اینا بسیارشون دیوانه شده بودند، داروهای برحال داروهای مخصوص بیماری‌های روانی مصرف می‌کردن. اینها برای اینکه به هر حال از این وضعیت رو نداشته باشن، اینها به نوعی آزمون‌های روانشناختی رو گذرونده بتونن بگذرونن و بتونن از این در این کار موفق‌تر عمل بکنند و بدل بشن به یک نیروی کار آزموده، اینها به این به هر حال در این شرکت به نوعی جذب، این شرکت هم جذب مخصوص جذب نیروی امنیتی هم هستش. لواسانی مدیر و کارشناس این شرکت هست و ایشون آقای دکتر لواسانی یکی از روانشناسان ظاهرا مبرز تهران هستند. ایشون البته به هر حال از کارشناسان هستند که مشخصا در وزارت اطلاعات مشغول به کار هستند. بارها ایشون، یعنی جناب آقای دکتر لواسانی، بارها صلاحیت آقای جهرومی رو رد کرد، رد میکنه. حالا آقای ناظری من میگم، شما میگید آقای جهرومی. فقط این رو من عرض کنم چون در اون زمان جهرومی به این معنایی که ما امروز مد نظر من است به عنوان هر حال به نوعی مورد پیشنهادی و رئیس جمهور برای تصدیگری پست وزارت ارتباطات به این معنا مطرح نیست. در اون زمان بیشتر به عنوان یک نیروی ابتدایی وزارت اطلاعات مطرح بود. خب بعد حاج صابر که اینو قبولش میکنه، او از آقای دکتر لواسانی معتقد بوده که ایشون به عنوان یک نیروی خودسر و مختل کننده به نوعی نمیتونه استخدام بشه، چرا که چون منافع خودش رو در رأس قرار میده به جای اینکه منافع وزارت رو در به هر حال برش اولویت داشته باشه، و خاطر همین هم بارها این رو رد میکنه. منتها رابطه خوبی که حاج صابر با ایشون داشته، حاج صابر به نوعی از نیروهای کارآزموده بسیار قدیمی وزارت بوده. حاج صابر فرمانشان ایشون رو امضا میکنه، تایید میکنه و
این فرم رو پر میکنه و در نهایت ایشون به قول معروف بعد از اینکه تو دو سه تا کمیسیون که با حضور دکتر لواسانی برگزار شده بود ایشون مردود میشه به نوعی از اون به عبارتی آزمون ها پیروز بیرون نمیاد، به نوعی هاج صابر بدون این بار آخر بدون حضور آقای لواسانی آقای آذری جهرومی یا آقای جواد ناظری رو استخدام وزارت اطلاعات بسیار در سال بین 82 تا 83 این 84 که دارم عرض میکنم 84 زمانی هست که ایشون در وزارت اطلاعات گل میکنه به خاطر اینکه توی سیستم اینترانت وزارت خونه به نوعی اظهارات و مواضع ضد اصلاح طلبانی ایشون توی اینترنت یعنی اون سیستم داخلی به نوعی میشه گفت اتوماسیون، ولی به هر حال مدیران ارشد وزارت توش حضور دارن، اونجا مواضع بسیار تندی بر علیه اصلاح طلبان از مشارکت و آقای خاتمی میگیرن و به خاطر همین اونجا گل میکنن چون در بعد از دولت خاتمی آقای سرابی عزیز وقتمون محدوده، فشرده تر خواهش میکنم، میتونیم تا صبح صحبت بکنیم، منتها متاسفانه وقت چیز برنامه محدوده و لازم هم هست اینا باز بشه. حالا ما با این برنامه به هر حال کلید قضیه رو میزنیم. ببینید دو قسمت هست در سابقه آقای آذری جهرومی بگیم که حالا همه به این اسم میشناسنش، دو قسمت هست. یکی دزدی هایی است که گفتین منافع شخصی، اشاره شده که جهرومی در همون دوره حضورش در وزارت اطلاعات و بعد در اطلاعات سپاه کرده، و یکی ارتباطش با مسئله بازجویی وارد کردن دستگاه های شنود و غیره، قرص های روانگردان و اینها. ببینیم بیاین این دو قسمت رو اگر ما بتونیم درست توضیح بدیم در همین برنامه کلامون رو باید بندازیم مریخ. اول درباره همین سوء استفاده هایی که ایشون مالی به ویژه چه در دوره وزارت اطلاعات چه در دوره اطلاعات سپاه کرده است. خواهش می‌کنم بفرمایید. توی بیانیه که وزارت اطلاعات منتشر کرده ایشون رو یه نیروی پاکدست معرفی کرده، اما به هر حال بنده به عنوان سردبیر آمدنی چند تا سوال بسیار ساده میخوام مطرح بکنم. ایشون درباره پولسانتایی که از شرکت‌های چپا و زعیم، این شرکت‌هایی هستند که به هر حال شرکت‌های وابسته به وزارت اطلاعات هستند، 10% شما اطلاع داریم، حالا بیشتر بوده کمتر بوده، 10% شما مطمئن هستیم، حالا بیشتر بوده من نمیدونم، ولی پورسانت‌هایی که از کپا و زعیم گرفته به خاطر حالا خرید دستگاه‌های شنود ارزم به حضورتون که و خریدهای دیگره به هر حال وسایل ارتباطی برای وزارت اطلاعات، این فقط پورسانتایی که بابت این قضیه گرفته، این قضیه شون مشخص کنن، ایشون راجع به این میتونن توضیح بدن و طبیعتاً توضیحشون مشخصه و اگر یک نفری هم یه چنین سابقه پرال نادرستی داشته باشه هیچ وقت نمیان بگن که اینا ایشون بله دوز بوده، ایشون نمیدونم پورسانت گرفته فلان کرده. این یه نکته. ما توی چند هفته قبل از این داستان با اومدن سردار نجات، سردار زیبایی نجات که برام سردار نجات معروف است، قبل از اینکه زمانی که سردار نجات وارد سازمان اطلاعات سپاه میشه، سه تا از معاونان ارشد سازمان اطلاعات سپاه رو یا همون ساس رو به خاطر فعالیت‌های اقتصادی بعد از اینکه هاشمی رو میکشن، بعد از اون پروژه کشته شدن هاشمی، سه نفر رو اینا بازداشت میکنن. این سه نفر به دلیل قاچاق مواد اولیه تولید روغن نباتی بازداشت میشن. از این سه نفر مهراب الان با وثیقه بیرونه و تعلیق هم شده، اما خب به هر حال ترددش رو به ساس یا همون سازمان اطلاعات سپاه داره. ایشون با مهراب ارتباط داشته و با استفاده از توان جهرومی و گذاشتن تیمین یا تقیم مراقبت روی افراد و بهرحال ایشون یکی از کارهایی که اونجا انجام میدادن تیمین میذاشتن روی بهرحال تجار بزرگ، برای کسایی که کارهای اقتصادی بزرگ انجام میدن تقیم مراقبت میذاشتن و با توجه به توان فنی جهرومی ازشون تلفنشون شنود میکردن و ازشون آتومهایی گرفته میشد برای
گرفتن به هر حال اخاذی کردن از اونها به تعبیری، و به هر حال اخاذیایی شد، هر کسی سهمشو برمی‌داشت و تموم شد. مثال من اجازه ندارم از... چون منبع من خب حالا بذاریم من بپرسم تو یه چیزی که اجازه دارین بگیم. ببینید چگونگی ارتباطات ایشون آقای آذری جهرمی رو در آفریقای جنوبی، ماجرای اپراتور همراه با پسر عارف، حمیدرضا عارف و احیانا آقازاده های دیگه، این ارتباطات که به دوره وزارت عارف در دولت خاتمی هم مربوط میشه، اینو خواهش می‌کنم توضیح بدید. ببینید اولا اینکه یه نکته‌ای که وجود داره، ایشون به نوعی زمانی که بلند میشن میرن به کیپ تاون، در اصل در کیپ تاون وزارت اطلاعاتی سازمانی وجود داشته، وجود داره، وزارت اطلاعات در اینجا سازمانی داره که به قول معروف این کارهای هماهنگی های عملیاتی رو با سازمان‌های امنیتی کشورهای دیگه اونجا انجام میده. قبل از اینکه من به این قضیه بپردازم، برمیگردیم به قضیه اپراتور ترکسل. زمانی که اپراتور ترکسل میاد وسط و به نوعی یکی از به هر حال توی مزایده وزارت مخابرات برگزیده میشه، و ایشون یک به هر حال یک گزارش 70 صفحه‌ای آماده می‌کنه، و این گزارش 70 صفحه‌ای به نوعی با این گزارش 70 صفحه‌ای رهبری رو به نوعی فریب میده، و با این عنوان که اینها به نوعی با به قول معروف چیپست‌های ترکسل رو موساد ساخته. ببینید این گزارش 70 صفحه‌ای، توی این گزارش 70 صفحه‌ای اونم می‌گه که موساد چیپست‌های ترکسل رو ساخته، و فردا روزی اگر ترکسل بیاد به قول معروف همراه دوم رو در اینجا راه بندازه، تمامی مکالمات سران رژیم، سران جمهوری اسلامی به نوعی شروط خواهد شد و مسئله ایجاد میشه. بعد از اینکه این اتفاق میفته، اینها برای اینکه به قول معروف این پروژه رو خودشون و به هر حال و وزارت چیز سپاه جمهوری اسلامی بخواد این قرارداد رو به نوعی تصاحب بکنه، اینا بلند میشن میرن به همراه ارزم بزرگتون که پسر آقای عارف، که در اون زمان درست زمانیه که آقای عارف در مدتی به هر حال وزیر مخابرات، پست، تلگراف و تلفن بوده، و به هر حال معاون اول رئیس جمهور هم بود، و بعدش میشه معاون اول رئیس جمهور. بعد از اون با توجه به اینکه خب آقای عارف قبلش هم یه شرکتی هم به هر حال تأسیس کرده بود که پسرش هم گذاشت، اونتا پسرش به سن قانونی در اون سالا نرسیده بود، که بعدها در سن 29 سالگی زمانی که پسر آقای عارف بلند میشه میره اونجا، ایشون البته توی مصاحبهش عنوان کرده من 23 سالم بوده که امکین ایرانسل آوردن در ایران، در حالی که ایشون در اون سال، چون در سال 86 ایشون، یعنی ایشون متولد 1357 هست، و در سال 86 ایشون میشه 29 سالش. خب اپراتور دومو میگه، چون اپراتور اولم خود همین آقازاده‌ای که صحبت می‌کنی، حالا گزارش رو مفصل دادیم و باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد، اپراتور اولم هم همین آقای حمیدرضا عارف میره با MTN آفریقای جنوبی قرارداد می‌بنده. به هر حال ببینین این قسمت اپراتور دوم که اپراتور دوم همراه که چه تلفن‌های تو این اپراتور دوم همراه نام برده میشن آقای سرابی؟ ببینید چه شبکه‌های تلفنی هست؟ بله شبکه‌های تالیا هستش و ایرانسل، این دو تا شبکه تلفنی هستش، که شبکه تالیا به نوعی مسئولش یا به عبارتی آقای هاشمیان بوده، امام جمعه رفسنجان، اینها شرکتی داشتند، شرکت توسعه رفسنجان فکر میکنم اگر بله 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 بله. بعد در اونجا به نوعی و خانواده البته آقای هاشمی رفسنجانی، اینها این اصلا این پروژه رو، پروژه تالیا رو اینا وارد میکنن، منتها اینها حاضر نمیشن که سویچینگ، کد سویچینگ شمود رو در اختیار آقای جهرمی یا به عبارتی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات قرار بدن، چون حاضر نبودن
به هر حال شنود بشه. و شما اگر دقت بکنید تو همین چند وقت پیش تمامی تلفن‌های خانواده آقای هاشمی تالیا بوده. خانواده هاشمی یه سریشون تلفن‌هاشون تالیا بوده. ضمن اینکه حالا تلفن عادی هم داشتن، ولی تلفن‌هایی که باهاشون تماس شخصی و خصوصیشون رو می‌گرفتن تالیا بوده. و اینها بعد از اینکه حاضر نمیشه این شرکت توسعه رفسنجان حاضر نمیشه این چیزها رو بهشون بده، یعنی کد سویچینگ به عبارتی شنود و بده بهشون بده به جهرم بده به اینها، اینها شروع کنن به محدود کردن عملکرد تالیا، یعنی که آنتن نمیداده، نمیدونم به قول معروف مشکل داشته. و به خاطر همین بعد از این مدتی واقعا عملا کارآمدی تالیا رو از بین میبرن. و شما چرا بجاش ایرانسل رو تقویت میکنن؟ بله. چون خب ببینید جهرومی چه کاره بوده اینجا که مجوز نهایی بهره برداری از اپراتور همراه کشور رو او صادر میکرده؟ ببینید همونطور که قدرت داشته یک گزارش 70 صفحه دور به دور توکسل رو زمین گیر کنه در ایران، همون قدرت رو هم داشته که تالیا رو به عنوان دست راست به هر حال آقای فیروزآبادی وزیر چیز معاون وزیر اطلاعات به هر حال این مجوزها رو هم به هر حال مجوز نهایی بهره برداری از اپراتور همراه اپراتور دوم همراه کشور رو صادر کنه. ببینید یک سوال در گزارش آمد نیوز هست که من ازتون میپرسم و فکر میکنم دیگه فرصت نداشته باشین من بقیه توضیحات درباره آقای جهرومی رو اگر وزیر بشه هفته آینده حتما خواهم داد، اگر وزیر نشه بهش مجلس رأی نده که فعلا این پرونده رو میبندیم. به هر حال ببینید آقای سرابی، این قابل فهم نیست که برای بنده لااقل، اینو خواهش من توضیح بفرمایید که خامنه ای بفهمه که جهرومی و چند نفر دیگه سرش کلاه به این گشادی و پرهزینه‌ای گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی اون گزارش 70 صفحه‌ای رو که شما گفتین به دروغ درباره ترکسل برای اینکه ترکسل رو از بازار ایران خارج بکنن، یه گزارش 70 صفحه‌ای به دروغ میدن به خامنه‌ای که توش نوشته است که ترکسل مال در واقع مال ترکیه است ولی اساساً دست اسرائیل و موساد در کار، و اگه این وارد ایران بشه همه مکالمات شنود میشه میره دست موساد و اینا، و به همین دلیل خامنه ای فرمان صادر کرده است که ترکسل خارج بکنیم، بعد خب جهرومی اینا میافتن تو کار. خامنه ای میفهمه اینو، اون وقت مجازات که نکنه هیچ جهرومی رو برای وزارت ارتباطات هم بفرسته، چجوری چنین چیزی ممکنه؟ دو دقیقه وقت داریم، خواهش میکنم مختصر و تیتروار بفرمایید. بله مشکل نداره. من نکته که فقط به صورت خیلی تیتروار خدمتتون عرض کنم، توی سیستم بیت رهبری یک نفر رهبر در سایه است، اونم آقای وحید حقانیان است. و آقای خامنه‌ای هیچ کسی رو به اندازه آقای وحید به خودش نزدیک و امین خودش نمیدونه. این به هر حال این گزارش 70 صفحه‌ای توسط به توصیه آقای طائب به دست آقای وحید داده میشه و خود آقای وحید شخصا میبره و دست رهبری میده و میگه که این داستان اینجوری است. فراموش نکنید که در مورد قضیه شنود تلفن‌های برای اصلاح طلبان یا صداگذاری و به نوعی صداسازی رهبران جنبش اعتراضی ایران، آقای کروبی، آقای موسوی، نمیدونم آقای خاتمی و آقای هاشمی میاد و صدای اینها رو هم به هر حال صدا سازی میکنه و اینها از زبان اینها شروع میکنن به رهبری ناسزا گفتن و اینکه رهبری نمیدونم میخواد کشور رو فلان بکنه، ما اصلا اعتقاد داریم به کشور بایستی به صورت شورایی عمل. خب بعد خامنه ای میفهمه که اینا صدا سازی شده و دروغه، چه جوری اینا رو تنبیه نمیکنه و بعد معرفیش میکنه آقا بیا اینو بکنش وزیر ارتباطات؟ فراموش نکنید که پای یک نفر این وسط هست و اون آقای وحید حقانیان و ایشون رابطه بسیار خوبی با وحید حقانیان داره از یک طرف. از یک طرف نکته دوم، گزینه وزارت ارتباطات جزو گزینه‌هایی است که لازم به تایید رهبر باشه.
لازم داشته باشه که رهبر حتما تاییدش کنه. و از سوی دیگر این انتصاب به نظر بنده محصول معامله آقای روحانی و اطلاعات سپاه هست بر سر پرونده حسینی فریدون، چرا که مقامات به هر حال بایستی یه معاملاتی پشت این داستان هست و متاسفانه آقای روحانی ظاهراً داره این ماجرا رو به نوعی و چون مصالحه یه قضیه حسین فریدون. بسیار خوب آقای سرابی، خیلی ازتون متشکرم. یعنی در پیوند با اون کلاه سر خامنه‌ای گذاشتن در اون مقطعی که صحبتش شد، در پیوند با خارج کردن تورسل از بازار موبایل ایران، آقای وحید حقانیان که همیشه همراه خامنه‌ای هست جزء باندی بوده است که کلا سر خامنه‌ای گذاشتن. بله سپاسگزارم آقای سرابی، بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم. بریم پرده آخر. راجع به درمان سیاتیک، دو تا درمان داریم در روایات ما، دو تا درمان داریم. یک درمان خیلی سهل و آسان و بسیار مؤثر و اون این است که روایت حضرت امیر هم هست، ناخونهای دست و پا را بگیرند و ناخونگیر یعنی 20 ناخون بگیرند و روی ران پایی که درد میکنه ببندند، حالا با یک شالی یا با چسبی اینا ببندند به مدت 2 روز الی 3 روز. کدوم ناحیه پا هم باشه فرق در ران پا؟ ببین جایی که رگ سیاتیک میاد، درسته، همون جایی که رگ سیاتیک میاد اونجا ناخونها را جمع کنند و چسبی از این چسبهای پهن روش بذارند بچسبونند، 1-2 روز الی 3 روز بمونه، همون ساعت اول درد کمر و درد پا برطرف میشه. یه معجزه است، واقعا معجزه طب اسلامی است. شب و روزگار خوش.